یه خونه 5 متری شده 5 میلیارد تومان تو تهران. هر جوری حساب میکنه نمیتونه بخره. میگن پاشو بیا برو سر کار. برای چی برم؟ چی جوری همین؟ خب چی ممکنه بگه خب او باری کلا تو نمیری الان سر کار 20 میلیون تومان بگیری؟ عجب چقدر شما درآمدت؟ میگه صفر. گاهی وقتا واقعا روی مبل خوابیدن توی خونه خیلی به صرفه تر از اینکه تو پاشی توی مسیری رو بری کارگری بکنی که درجا زدنه. مگر اینکه بگی من از این درجا زدن دارم یه سری تجربه ها کسب میکنم. ولی من دیدم خیلی اون تجربه رو هم کسب میکنم، چون من شغل علاقه ندارم. برای 10 میلیون تومان طرف بلند میشه صبح، پا میشه میره سر کار، برمیگره 10 تومانم تو جیبش نمیمونه، همش هم خرج میشه، تهش هیچی هم نداره، حتی تجربه هم براش نداره. یعنی باش صحبت کنم بگم چیزی داری یاد میگیری سر این کار؟ نه. یعنی اون آدم اگه کار نکنه بمونه سر جاش فکر بکنه، شاید راهی بهتر بر زندگیش پیدا کنه. خیلی جالب. میگم کف یه کار دیگه حداقل باید این باشه که خرج تو در میاری. میگه یاد بگیری. آره بگی من این چیز یاد میگیرم به امید اینم که تجربه این دانشه برای بهتر شدن خودمه. اینا جزء پیچیدگی زیباشه. ولی برای خود ما خودمون خانواده متوسط رو به پایین بودیم. من از این وضعیتمون راضی بودیم. یعنی اگر به من میگفتن شرایط تیم بود که بابات از اول پولدار بود، من نمیپذیرفتم. برای اینکه من برای جبران اون وضعیت مالی خانوادگی و اینا یا هر چیزی هی مجبور بودم مهارت بگیرم. من همه چیز رو میرفتم یاد میگرفتم. کلاس‌های متفاوت، کتاب‌های متفاوت، سرچ کردن، تحقیق کردن، فکر کردن. چرا؟ که خودم تو مهارت قوی کنم. مهارتی که قوی میشد خب نتیجهشو میدیدم، مهارت بعدی رو قوی میکردم، دوباره نتایج اینا رو به چشم میدیدم. بعد از 6 ماه 7 ماه 1 سال میرفتم یه چیز دیگه رو قوی میکردم. پس این اجبار خیلی چیز مهمه، قبول دارید؟ مثلا این مثالی که میزنن، میگن آقا تو فرض بکن روی سر اعضای خانوادت اسلحه گذاشتن، میگن آقا برو فلان حرکتو بزن، برو مثلا ورزش بکن. از اون طرفت میگه حالا مثلا برو ورزش کن که عضلاتت مثلا خوب باشه. اون که اسلحه گذاشتن میگن میکشیم، و قطعا انگیزه عجیبی بهت میده. درست؟ یعنی جدی بودنه انگار نمیدونم چی جوری، یعنی اگه بدونی که بحث بقا مطرحه، یه سری خط قرمز روش اگه دستی باشه، یا به قول گفتنی میگن مثلا کشتی های پشت سرت آتیش بزن و اینا، ناپلون میگن اینجوری چیز میکرد، حمله میکرد فلان. یعنی اگه چه این چیزی باشه، این اجباره خودش انگار یه انگیزه خیلی زیادیه که تو بری یه حرکت رو بزنی. درسته؟ آره دیگه. ببین چرا بعضی از حرفا رو میگن زرد انگیزشی؟ چون نسخه کلی میپیچه. مثلا میگه تو میخوای بری حرکت کنی، پلای پشت سرتو خراب کن. چرا؟ چون دو نمونه دیده، طرف پلای پشت سرشو خراب کرده و موفق شده. موفق شده چون داره اونا رو میبینه، میاد از روی اونا میگه. بعد بنابراین یه عده زیاد دیگه میان اون کارو میکنن، بدبخت میشن تو زندانان اونا. آره واسه همینه که این حرفا میشه انگیزشی زرد. ولی در مجموع این چیزی که داری میگی، شما تفاوت بین رزیلینس و گریته، اما یعنی واژه هایی که حالا جفتش رو به نام سرسختی میگن توی زبان فارسی ترجمه میشه، یا پایداری یا سرسختی. ولی توی معنی خود انگلیسیشون رزیلینس و دوباره گریت، انگار که گریت اونیه که تو دلت میخواد برای کسب یه چیزی تلاش کنی، رزیلینس اونه که تو باید دووم بیاری چون یه چیزی شده، بیرونه فشار بیرونی بوده، زلزله اومده، من خانوادم آواره شدن، نمیدونم ننم مرده، بابام مرده، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، من باید این شرایط رو تحمل کنم تا رها بشم. این انگار رزیلینسه، تو باید تاب‌آور باشی برای شرایط اینجوری. ولی خیلی از این واژه تاب‌آوری ما برای چیز استفاده نمی‌کنیم، برای ورزش کردن. مثلا تو داری هیکلتو می‌سازی، می‌خوای بری مسابقات، حالا همه چی هم داری، یا خودت یه چیز اضافه کنی، خودت خواستی، کسی نمیگه ببین تاب‌آوری کن، تاب‌آوری کن، تو بالاخره قهرمان می‌شی. این تاب‌آوری نیست، این سرسخت باش، سرسخت پایدار باش. اینجا واژه بیشتر گریته. یا مثلا شما زبان انگلیسی می‌خوای بری یاد بگیری، چیزی که خودت اضافه بر آنچه که حیات پایته، یعنی تو حیات پایه رو داری، می‌خوای از موفقیت‌ها کسب کنی، میری خودتو میندازی به سختی، اینجا اون گریت هست که تو با سرسخت باشی اونو به دست بیاری، که اون پشن چیزش هستشه، یعنی اشتیاق، شوق. شما یعنی در گریت از درونه چیزی میاد، مثلا پشن شوق به دست آوردن. پس کشتی ها رو آتیش بزن گریت نیست، رزیلینس. پس دیگه اونا دنبالتن یا تو داری میری چیزو کسب کنی؟ خودت اگه از عمد آتیش بزنی میشه گریت؟ نه دیگه، تو اگه یه سرزمین جدید رو میخوای، سرزمین خودتو داری، فقط مرض داری میخوای گسترشش بدی، رو افتادی بری یه جا دیگر هم که چیز کنی، کسی دنبالت نذاشته. اونجا اگه تو بیه پولای پشتر تو خراب بکنی، فلان بکنی، اینا اون میشه گریته. مثلا گریته، خراب کردی که خودت سرسخت باشی، چیزی نبوده، میخوام اونو به دست بیارم. یه وقت هستش نه، تو در شرایط جنگی هستی، یکی دنبالت گذاشته و تو باید این شرایط رو تحمل کنی به شرایط عادی برگردی.
یعنی اگر من اون دوره رو بگذرونم تازه میشم آدم عادی. مثلا اینکه مثلا یه نفر گرفتن داخل زندان، اول آزاد بوده حالا افتاده زندان، اینجا باید رزیلینس داشته باشه. یعنی باید زندان رو تحمل کنه، تحمل کنه تا آزاد شه، آزاد شه دوباره تازه میشون آدم اولیه. یعنی برای شرایط بد رو تحمل کردن برای رسیدن به آنچه که دوباره آدم هست در نقطه شروع، تا اونجاش رزیلینسه. حالا از اونجا به بعد این میخواد دیگه بره دستاوردهای بیشتری داشته باشه، اون دیگه گریت باید داشته باشه بره به دست بیاره. اینا جنسشون به لحاظ روانشناختی توی مغزمون متفاوته. یعنی قشنگ ممکنه یه آدمی رزیلینس بالا به نظر من داشته باشه، گریتش پایین باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر توی شرایط سخت قرار بگیره خوب تحمل میکنه، وقتی رها شد رسید به شرایط جدید پشنی برای به دست آوردن چیز جدید نداشته باشه الزاماً. یعنی روی سقفی دیگه اوکی باشه، خیلی خوب پایین تر رو تحمل میکنه ها، ولی از اونجا باید برای به دست آوردن بیشتر هم نمیخواد. بسیار سخت جان و سگ جان اینجوری میگیم هست تو شرط سختی. وقتی سختی رد میشه میرسه به شرط استیبل، تلاش برای به دست آوردن بیشتر هم نمیخواد، رو پایه اوکیه. اینو دکتر چطور؟ اینم تازه شاید تفاوت آره. بین رزیلنس و گریت باشه. من میگم همچین چیزی وجود داره آره. حالا تو میخوای ترجمه‌هاشو برعکس کن، بگو نه اون رزیلنس این گریده آره. ندارم. من میخوام بگم دو جور دو مدله، دو از... مدل سرسختی ما داریم. یه سرسختی برای رسیدن از یک شرایط بسیار بد فقط برای رهایی به شرایط عادی، یه سرسختی برای بهتر شدن و جلوتر رفتن. جنس این دوتا با هم دیگه متفاوته، حتی ممکنه اوورلپ داشته باشن با هم دیگه، ولی با هم دیگه تفاوتایی داره و آدما ممکنه از یکی از اینجا تا اینجا رو اوکی باشه، یکی اینجا به بعدو. متوجهم. یه چیزی به ذهنم زد، این که طرف حالا وسط صحبتاتون خیلی طرف جالب زد، طرف یه جا میرسه دیگه نمیخواد. و الان مثلا خود من الان مثلا دوست دارم و همینجوری تا هر چقدر میتونم روش کنم مثلا، یا ولی خیلی از دوستامو دیدم به درآمدی رسیدن یا به حدی رسیدن دیگه طرف خیلی مثل قبل نیست که مثلا داشتون با هم کار میکردیم، آیا چه روشی وجود داره که اینو ایجاد کرد؟ چون ببین مثلا چه لزومی داره این اول بهتون از بهتون میگم برای لزومش هم میگم. ببین مثلا شما نگاه میکنید خیلی از افرادی که وضع مالیشون خیلی خوبه، مثلا من تو شمال یه بنده خدایی بود باش صحبت میکردم، وضع مالی مثلا چیز عجیب نه توپ، بعد مثلا خیلی جا ادبیاتش خیلی باحال بود، میگفت مثلا ببین اگه این کافه‌ای که من دارم مثلا نگیره من دیگه نون برای خوردن ندارم. این از ادبیاتش خیلی با برای من جالب بود، گفتم تو مثلا نون برای خوردن تو این چه ادبیاتی؟ میدونی انگار گرسنه بود همیشه، میدونی یعنی چطور بگم، پولدار بود، پولدار یعنی گرسنه بود، میخواست همینجوری مثلا فت کنه، میدونی چه میخواد دیگه. این از کجا میاد؟ حالا لزومش هم این که خب مثلا برای خود من اینه که حالا پیشرفت بکنه به حد خیلی خیلی بالا برسه حال میده دیگه، حالا تو ذهن من الان اینه، تو سن الانم تو 40 سالگی یه چیز دیگه بگم، میخوام بگم این از کجا میاد؟ یعنی این آیا میشه یعنی اینو یه کار ایجادش کرد یا نه این درونیه؟ آخه بچه‌ای الان خوبه یا بده؟ آه شما میگه تو میخوای ببینی که لزوم دوربینو من فرض کنیم که خوبه، دوربینو بذاریم پایین حالا بالا نبره، اون آدمی که شوق داره این چیزا رو فتح کنه مثلا خوبه، دوربینو بذاریم پایین فرض کنیم این موفقیت است که تو هر چی بیشتر به دست بیاری ما اینو موفقیت بدونیم، حالا فعلا دوربینو نبریم بالا به قول شما، دوربین فعلا پایین فرض کنیم که خوبه. خب برای متوجهم سوال سختیه. خب من چجوری میشه ایجادش کرد؟ همینجوری اگه بخوام بهت بگم، من احساس میکنم که این خیلی برمیگرده به اینکه ارزش برای تو چی تعریف شده تو خانوادگیتون. ببین و سیستم مغز کجا پاداش گرفته، رو چی پاداش گرفته. یکی از مثلا رو خوندن کتابه، یه کتاب میخونه همه تشویقش میشه، آفرین یه کتاب خوندی فلان تشویق میشه، پس به دوباره بگو آها تشنه کتاب میشه، یعنی سیمکشی عصبی. آها بعضا تشویق خیلی هاشه، من احساس میکنم این تو زندگیشون یه رقابتی ممکنه با که خبر نداریم، ولی به هر حال چیزی در مغز این تعریف شده که تو فتح جدید و دست آوردن پول جدید، زمین اضافه کردن، ساختمان اضافه کردن، این یعنی موفقیت و ارزش و همه چیز، یعنی دوپامین. دوپامین رو تو مسیر این داره میگیره. خب واسه همین خوب دیگه هر روز برای دوپامین بیشتر. آیا راهی وجود داره که مثلا فرض کن من یا هر کسی که این شکلی نگاه نمیکنه شبیه این فرد بشه که بیشتر درنده تر باشه بره؟ واقعا راهکاری به ذهنم نمیرسه دیگه، چون احساس میکنم یه چیزی که بچگی خانواده ارزشا همه چی تعریف شده، حالا یه آدمی بیاد از این لحظه بعد چیکار کنم که منم اینطوری بشم اونو من نمیدونم. یعنی باید ببینی برات ارزش هست یا نه. شنیده میگن خواستن توانستن، از جمله قدیمیه، ولی خب درست هم هست غلط هم هست، یعنی هم درست هم غلطه.
چقدر خواستن توانستن است. یه ذره درست تر شد جمله. چقدر خواستن توانستن است. خیلی اگه بخواد خواستن همه میخوان. یک نفر شما پیدا نمیکنی. الان مثلا تو همینه که دارم نگاه میکنم بگیم الان 100 میلیارد تومان پول. تمام کسایی که ویدیو میبینن 100 میلیارد تومان میخوان. فقط اگه بگه برای این خواستنه از اونجا به بعد غربال میشن. ببین فرض کن مثلا ویدیو من تو رو 100 هزار نفر ببینن الان. به 100 هزار نفر میگیم که 100 میلیارد تومان پول میخوای. این 100 هزار تا میگن آره میخوایم. چقدر میخوای؟ حالا شروع میکنیم. برای گرفتنش باید بیای تهران، سعادت آباد، خیابون صرافا. یه دفعه از اینا یه درصدشون مثلا یه درصد بیخیال شدن. خیال داره بره تا اونجا. پس میخواست ولی ببین همین که الان باید بلند شه بیا تهران، خیابون فلان فلان، یه درصد ریخت. حالا دوباره یه شرطی یه ذره سخت‌تر میکنیم. میگیم که حالا وقتی تازه رسیدی اونجا اینجوری نیستش که یه دونه مثلا کتاب 1000 صفحه‌ایه میدیم باید بخونی همه رو اوکی شی ازت یه آزمون هم میگیریم، یعنی 30 درصد دیگه ریختن ولی 70 درصد هم وایسادن. ببین اینا بیشتر میخوان. این میخوامه تا کجا میخواد؟ به تا چقدر شرایط تو سخت کنی میخواد؟ پس خواستن توانستن است درست نیست. چقدر خواستن توانستن است؟ توانستن است. واسه همین تو تلاشام هم همینه. شما همه میخوان خوشبختی رو، همه میخوان، ولی تو چقدر دوستش داری، چقدر اجبار داری و چقدر پشنه؟ چقدر پشن داری؟ این دوتا رو چقدر داری، شوق و اشتیاق یا پشن، از اونها چقدر اجبار پشت سرته، تعیین کننده اینه که تو این پاندولت کجا میاد، این چیزت کجا باید که رد میکنه آیا اون مقداری رو که برای رسیدن به هدف هست یا نه. برای یه وقت میگن طرف گیواب کرد، یعنی که رسید دیگه، دیدی بیشتر از این گیواب. چرا؟ حالا اونی که گیواب کرد شکست خورد، آیا آدم بی عرضه مثلا باید بگیم همه عدیدی تو نتونستی تو فلانی؟ نه آقا، اصلا انقدری براش ارزش نداشته اصلا، خیلی بهشون هم دیگه بیشتر از این نمیخوام سرمایه بذارم. آره یه جا دیگه مثلا فازم فرق دیگه. همین الان به خود من بگی که الان اون برای تهران، الان من بگو 10 میلیون تو هم بگو میخوای، بگو الان 10 میلیون تو هم میخوای. آره میخوام. حالا اون برای تهران یعنی الان برای من نمیسر فقط 45 دقیقه سوار ماشین شم برم 10 تومن بگیرم بیام، درسته؟ حالا یه ذره نزدیکترش کن. حالا شما هم من پرسید 10 میلیون تو هم میخوای؟ بله. خب باید بری 45 دقیقه رانندگی کنی امشب برم تهران. میخوام. خب میخوای. علاش فرق داره. حالا یه ذره بریم نزدیک‌تر. مثلا گفتم 10000 تومان مثلا. مثلا بگیم تا سر بلوار دریاست. به من بگو الان 10 تومان می‌خوای. 10 تومان می‌خوام سر بلوار دریاست. الان برم میگیرم میام. بله. تا اونجا رو میرم. خب حالا اگر یه ذره دورتر شه میگم نمیرم. حالا یکی بعد بگه آ دیدی بی ورزه تنبل. تو یه آدمی هستی نمی‌صرفه. برام نمی‌صرفه. پس خیلی از ادامه نگذادن ها پیگیری نکردن برای اینکه برای فرد نمیصرفه چون سرگرم کار دیگه است. هم این هم یه چیز نکته جالب برای جوانای الان، چون وضع میدونید یعنی یک دلیل که تنبل شدن همینه به نظرم. خواسته‌هاشون زیاد شده. خواسته‌هاشون به کنار پوله. فهم داره با این یه چیز دیگه است اون. اون چیز دیگه است. بخوام بگم پوله دیگه ارزش داره. داره بجنگه مثلا برای 200 تومان مثلا. آخه بعضیشون مثلا انقدر چیز گنده دیدن، نه اینکه الان 10 تومن مثلا نرن بردارن بیان براشون نمیصرفه چون بیشتر در میارن، براشون بی ارزش شده اصلا. اصلا آره میگن نداشتنش بهتر از اینه که اصلا بخوام تکون بخورم برم بیارم. چرا؟ چون خواسته هاشون دیگه خیلی شده زیاد دیدن، جوانای دیگر رو دارن میبینن. یا اون قضیه یکی از دلایل پروکراستینیشن یا اهمال کاری هم همینه دیگه. خب مثلا شما میبینی که طرف یه خونه 5 متری شده 5 میلیارد تومان تو تهران، هرجوری حساب میکنه نمیتونه بخره، میگن پاشو بیا برو سر کار. چجوری؟ همین خب یکی ممکنه بگه خب او باری کلا تو نمیری الان سر کار 20 میلیون تومان بگیری، عجب چقدر شما درآمدت؟ میگه صفر. میگه ولی میدونم همین که خوابیدم رو مبل خیلی بهتر از اینه که پاشم برم 20 تومان دنبال اون کاره 10 تومانشو که رئیس نب بدم و بخورم، 10 تومان بمونه بخوام به این چیز اینا بدم، هیچ وقت اون خونه 5 متری نرسم. برابری چون میدونم هیچ وقت بهش نمیرسم، ترجیح میدم فعلا همینجوری باشه، فکر کنم شاید یه دریچه جدیدی مثلا برام باز شد. از تمام گیواب کردن ها و ول کردن هم مبدی و بی ارزگی و بی ارادگی نیست. گاهی وقتا هیچ ارزشی برای تو نداره اون همه زحمت کشیدن، به دو دلیل. یکی اینکه میدونی اگه بهش برسی هنوز خیلی فاصله داری با آرمان هات. یکی اینکه نه آقا برام الان نمیصرفه این وضعیت، یه چیز بزرگتری رو از دست میدم. شما تو تحصیلم همینه، تو تحصیلم همینه. یعنی مثلا خیلی از بچه‌هایی که هم دور من هستن دارن توی سیستم دانشگاهی کارگری میکنن. خب بعد که به من میگن مثلا که آریم بیا مثلا فلان آزمایشگاه
الان من نشستم مثلا این ماه دو تا مقاله دادم فلان دادم، بعد ببینه من نمیام فکر میکنه تنبلی منه، در حالی که من برم اونجا خیلی صورت دست میدم. اون داره میره برایش 15 18 میلیون تومان فکر میکنه حقوق داره میگیره، برایش 18 میلیون تومان اولا خیلیه، جواب زندگیشو داره میده، و از اینکه الان داره یه مقاله برای اونجا چاپ میکنه فکر میکنه کار مهمه، دنیاش همونه. در حالی که وقتی به من میگه بیا الان مثلا این ما با هم دیگه کار کنیم، میگم آقا من بیام کنار تو چه چیزی از دست میدم؟ خیلی چیزا رو از دست میدم. من یک تو اگه 18 از دست بدی 18 میلیون تومان، من 1 میلیارد 800 میلیون تومان پول از دست میدم بخوام بیام اونجا. پس بنابراین ترجیح میدم که اون روزی که تو من میگی مثلا نیام. ولی از نظر ذهنیت اون ممکنه باشه آدم تنبلیه حاضر، ولی من ببین چقدر سخت کوشم از صبح تا شب دارم اینجا کار میکنم، برای اینکه من خواسته هامو میخوام، من خواستن من توانستن است، و خواستن تو توانستن تو برای هر کسی دوباره متفاوته. برمیگره به سیستم ارزش ها خیلی خیلی، الان مثلا من خودم توی سیستم ارزش هم خیلی عوض شده، خیلی من به راحتی میارا. شاید خیلی چیزایی که گفتنش اونجا برای بلشون نمیگه نه بگید سن چیزه عوض شده، مثلا یه مدل دیگه نگاه، برای چیزای دیگه کار کنم. مثلا یه موقعیتی مثلا می‌خواستم بگم که الان برای من خارج از کشور هست توی سیستم دانشگاهیش، خب ولی برای خیلی آرزوه، برای من وقت تلف کردن محضه. یعنی اصلا احساس میکنم که مثلا بعد 4 سال توی اون سیستم برم وقت تلف کردن محضه، ولی برای خیلی فرصته. خب درسته، هم برای اونا درسته هم برای من درسته، ولی ممکنه اگر اونجا درخواستی که برای من میاد اون دوست من بگه که باید بیای اینجا 4 سال اینطوری بخونی و این کارا رو بکنی، عجب فرصت خوبه، من بگم نه، ممکنه اون ذهنش اینجوری باشه چه آدم تنبلی، ارزه اینه که بخواد مثلا 4 سال اینجا این کارو انجام بده نداره. اون ذهن اونه، در حالی که من خب کار مهمتری دارم. محاسبات دیگه رو شما داری انجام میدی. خیلی هم حتما ممکنه حواسشو نباشه، همینجوری اتوپایلوت اوتوماتیک دارن جو برن جلو، اصلا نگاه نکنن که من چی از دست میدم چی به دست میدم. خیلی اصلا زندگی همینه. آره اصلا زندگی بسیاری از آدم ها الان گرفتار این قضیه است که باز اگه ما بخوایم بگیم شبیه حرفای زردایی میشه که سیستم ماتریکس رو این داره میگن تو گیر کردی تو، شبیه اونا میشه. من برای اینکه شبیه اونا نشه دارم تیت. آره در واقع برای اینکه شبیه اونا نشه ما یه مدل دیگه بگیم، گاهی وقتا واقعا روی مبل خوابیدن توی خونه خیلی به صرفه تر از اینه که تو پاشی توی مسیری رو بری کارگری بکنی که درجا زدنه، مگر اینکه بگی من از این درجا زدن دارم یه سری تجربه ها کسب میکنم. ولی من دیدم خیلی اون تجربه هم کسب نمیکنن، چون به اون شغل علاقه ندارن. برای 10 میلیون تومان طرف بلند میشه صبح، پا میشه میره سر کار، برمیگره 10 تومن هم تو جیبش نمیمونه، همش هم خرج میشه، تهش هیچی هم نداره، حتی تجربه هم براش نداره. یعنی باش صحبت میکنم میگم چیزی داری یاد میگیری سر این کار؟ نه. اون آدم اگه کار نکنه بمونه سر جاش فکر بکنه، شاید راهی بهتر بر زندگیش پیدا کنه. خیلی جالب. میگم کف یه کار دیگه حداقل باید این باشه که خرچ تو در میاری و میگه یاد بگیری. آره بگی من این چیز یاد میگیرم به امید اینم که تجربه این دانشه برای بهتر شدن خودمه. بعد ما قرار نیست همه رو بهتر کنیم که، یعنی شما شاید اینا که مثلا میگن توی حالا توسعه فردی هستن یا هر چیزی، یه سوء تفاهمی مثلا برای مردم ایجاد شده که آقا ما نمیخوایم موفق شیم، اصلا ما نمیخوایم بهتر بشیم. کی گفته ما کیو ببینیم؟ ما نخوایم بهتر شیم ما کیو ببینیم؟ کسی رو قرار نیست ببینی، ما رو قرار نبینی، قرار نیست بری کسی رو ببینی. آره. نبین، چون به هر حال بعضی از آدم ها هستن میخوان توسعه پیدا کنن، به هر حال بعضی از طرف بدونه که بیان. جهان سخت‌تر میشه و رقبا بیشتر میشه، اینو باید بدونه. در جریان شاید هم اتفاق نیفته، همونجوری تو مبلت هم بخوابی چه میدونم اتفاقای واسط بیفته، ولی این که بقیه خیلی پیشرفت میکنن و جهان همجور تغییر میکنه دلیلیه که به نظر من یه نیم نگاهی باید افراد داشته باشن به این سمت. قبول داری توسعه فردی 100%؟ میگم اونی که بخواد پیشرفت بکنه دیگه. آره. اونی که میخواد درجا نمونه، یعنی شما صحبت های شما برای اون آدم هست، حالا چه لذتی برای تو داره؟ لذتش برای تو اینه که شما زمانی که این کس نمیتونه درک بکنه شاگرد شما موفق میشه، یکی از بی‌نظیرترین تجربه‌های دنیاست که معلمو می‌فهمه من چی میگم. بی‌نظیرترین تجربه‌های جهان رو دیدی؟ میگن یه سری تجربه نابه مثل که مثلا یه بچه دار میشه، چقدر تجربه عجیبیه، اونی که نداره نمیدونه چه صحنه‌ایه. واقعا پیروزی شاگردات هم دوباره یه همچین احساسای ناب، جنس ناب خودشو داره. بنابراین بعضی از آدم‌ها آموزش پذیرن، یعنی حالا نه ذاتاً، سیستمشون طوری شده که نتیجه چیزی از آموزش دیدن یا علاقه دارن آموزش پذیرن. این افراد خب با یادگیری ها ذریب احتمالا رو دارن تو زندگیشون بالاتر میبرن دیگه. ولی شما باید دائما تو ذهنتون، حالا این قسمت رو بذاریم کنار، محاسبه این که آقا من حرکتی که دارم میکنم چقدر برام
ضرر داره چقدر سود داره، اینو باید یاد بگیرید. من اینو دارم، اینو کاملا من تو سیستم اتوماتیک دارم. باید بشه از اینجا. آره آره، اتومات نشه تمرین باید کنی تا اتومات بشه. اتومات نشه که شما هی باید انرژی براش مصرف کنی، خیلی سخت میشه. واسه همینه که خیلی جا میگم انجام ندادن یه کار یعنی سود، انجام ندادن یه کار واقعا یعنی سود. بعضی اون نمیفهمه، فکر میکنه که یه کار جدید اینم یه درآمد اینجا اضافه میشه. به نظرم حالا این میتونه اصلا توی موضوع پادکست دیگه حتما اتفاقا چند روز پیشم صحبت کردیم سرمون یه مشاوره ای داشتیم و اینا که داشتم میگفتم داشتی صحبت میکردین. آره کردین، میگفتید انجام ندی مثلا بیشتر سود میکنه اگه تو بیزنس قبلی دونی. حتما سر این یه صحبت مفصل میکنیم. ما حالا کم کم پادکست هم میتونیم ببریم میسم که جمع شه. یه چیزی من به ذهنم رسیده بود از صحبت های قبلی که به نظرم حیف مطرح نشه، ببینم نظرتون چیه. داشتید سر کمالگرایی صحبت میکردین که میگفتین آقا کمالگرایی و بعد رسیدیم به شکست و اینا. گفتیم آقا تو شکست اگه بخوری سعی کن کمتر کنی، واسه خود لایه‌هایی باشه و اینا. یه چیزی که به ذهنم زد، این چند وقتی من با این موضوع درگیرم، این دو سه روزه، پیروزی های ما لایه های چی یاد کمتر باشه نفهمیدم. گفتین که یه لایه هایی هست که مثلا مباحث چیزهای مختلف میاد به این برخورد میکنه، شکستات یعنی نابود نشه، یه لایه هایی هست که نابود نشه. آره خیلی یادتون رو بخواه قبل بود من واتی کردم وقت صحبت کردیم. حالا یه چیزی میخوام سر این صحبت کنم. آره ضربه گیر، آره کلامش هم رفت سر قضیه این میخوام صحبت کنم، سر قضیه وینینگ یعنی برنده شدن. این چقدر مبحثش مطرحه. حالا ما شکست رو صحبت کردیم، این که پشت هم برنده شیم، من یه ویدیو یوتیوب داشتم میدیدم دیروز پیروز، خیلی جالب بود. حالا چقدر این حرفاش درسته با تو مطرح میکنه نظرتون چیه؟ داشت نشون میده دوتا موش رو آزمایش کرده بودن، یه موش رو موادی بهش زده بودن، بعد دوتا موش A و B رو انداخته بودن به جون هم. این موش B که مواد بهش زده بودن خب ضعیف‌تر شد، موش A اینو میبرد، کتکش میزد و مثلا برنده میشد. بعد دفعه بعد که این آزمایش کردن رو موش B مواد دیگه نمیزدن، دیگه برابر بود قدرت بدنشون، باز این A میبرد به خاطر تجربه موفق قبلی. با شکست اون یکی. با شکست و شکست اون یکی. اگه همون موشه بوده من که نیدم. همون بوده. همون موشه. حالا اینو میخوام بگم. آره اون شکست هم میتونه باشه. ولی من اینو شنیدم نمیدونم چقدر درسته. میگم بچه‌هایی که مثلا من خودم شهریور به دنیا اومدم. خب من مثلا تو کلاس از همه کوچیک‌تر بودم. متوجه ایدیم؟ مثلا من داداش بزرگتر دارم، 10 سال بزرگتر. خب این خیلی اوقات من از این باختم، مثلا شطرنج بازی میگه مسلمه میبرده. تجربه شکست منو خودآگاه ناخودآگاه زیاد کرده. آره. و از اون طرف تجربه برد منو کم کرده. تأثیر میذاره. آره و از اون طرف خب اینو در نظر بگیریم. کسی که تو مدرسه کوچیک‌تره. حالا یا اولی بوده آره. دومی بوده. آره آره. هم شکستش ممکنه بیشتر باشه، هم بردش کمتر باشه. میخوام سر برد برسیم. ببین این حرفی که این بنده خدا میزد خیلی جالب بود، نمیدونم چقدر درسته. میگفت آقا تو کار شما هم یه جای اوورلپ داره با صحبت شما، شاید بگید من اینو گفتم. میگفت آقا تو مثلا تو طول روز بردهای کوچیکت هم ببین، مخصوصا بردهایی که نگی این برد به خاطر استعداد منه. من اینجوری فهمیدم از حرفاش انگلیسی بود محتوا، نه اینکه بگی برای استعداد من، دیدون بچه‌ها رو بگی به خاطر استعدادت بدتر میشن، بردهایی که بگی به خاطر تلاشمه. بردها تو ببین مثلا آخر شب چند تا از اینا رو حتی بنویسی و به ذهنت بیاد. همون یعنی تیک زدن خودمون میگفتیم یه چیز اون مایه. آره آفرین. بردات رو ببین، یعنی این انگار چی میگه تجربه شناختی. آره، آره، آره. یعنی اینم انگار جمع میشه که تو اون موشه باشه که مثلا آره. چون تجربه برنده شدن داشته دفعه بعد قوی تر بره. آره. حالا این چجوری قبول دارید؟ من قبول دارم. آره اصلا نمیشه قبولش نداشت که. یعنی شما یه چیز اصلا ما یه تحقیقی هم داشتیم یه زمانی اصلا حتی شایبه ای بود که فکر میکردن که ماهای تولد تأثیر داره روی شخصیت شما. البته خب همش خرافاتی داریم که تماشاگر ماها شهریوری یا اینن و فلان اینا. اومده بودن یه آزمایشی کنن که ببینن که آیا کورلیشنی وجود داره بین تولد شما و مثلا موفقیت‌های شما موافق خاصتون. اومده بودن دیده بودن که بعضی از ماهای سال قهرمانای ورزشی بیشتری متولد اون ماهان معنیدار. به طرز یعنی شما کورلیشن معنیدار آدرشو پی ولیو قوی نه معتبره دیگه چیزی آره، که آره آره ولی تهش درآمد که ماجرا چی بوده، همین نیمه اول نیمه دومی بوده که مثلا بچه‌هایی که نیمه دومی می‌شدن چون تو مدرسه درشت‌تر بودن با سال بعد تجربه برنده‌هاشون بیشتر بوده، تجربه برنده‌هاشون بیشتر بوده، هیکل درشت‌تر بوده، تو ورزش قوی‌تر بودن، یهو کانالیزه می‌شدن تو ورزش. آقا تو
چقدر مثلا خوب مثلا کشتی میگیری، همه رو داری میزنی، پس من تو جودو قوی ام، تو کشتی قوی ام، یه دفعه این تشویقا باعث میشد اصلا مسیرش هم میشد دیگه جودو و کشتی و فلان و اینا، و اون تجربه برنده شدن ها هی جمع میشد رو هم دیگه، احتمالاً اینو بوده به اون بعد به ماه تولد رب نداشته. آفرین. یعنی ببین ارتقام نیم اول نیم دوم. حالا یه چیزی من بهتون بگم، این برنده شدن یه چیزی که تو چیزی شده اینجا این چیزی که سیمی اینجاست، چیزی که ذهنیه دیگه، قبول دارید؟ یعنی مثلا میتونه ذهنی باشه، آقا مثلا میگم تو ممکنه توی مسابقه بوکس ببازی مثلا، ولی خب اینجوری به خودت میگی، میگه آقا نگاه کن من کلی به این کتک زدم، مثلا من 3 تا نیمه دووم آوردم، مثلا 3 تا بلد نیستم بوکس، 3 تا راند دووم آوردم، ای ول من، یعنی اون باخت تو برنده شدم ببینی دوباره اد بشه به اون تجربیاتت، قبول دارید اینو؟ یعنی این یه نگاهیه که تو میتونه مسائل داشته باشی، اون متاکاگنیشنیه دیگه. یعنی شما انسان امروزی که نگاه متاکاگنیشنی پیدا کنی، یعنی مجذب همینا بشه، بفهمه که مغز چجوری کار میکنه، مغز چجوری تشویق میشه، مغز کجاها گول میخوره، تو اینا رو که متوجه بشی میتونی کنترل مغزتو بهتر دستت بگیری، پس تو مجهز به فراشناخت شدی. آفرین آفرین. و میخوام پس این، من در نهایت میخوام به این برسم، پس شما قبول دارید اگه من نگاهم، من نوعی نگاهم به مسائل جوری باشه که اینو به شکل برد ببینم، خیلی مسائلو هرچند ممکنه یه آدم بیرونی بگه تو که بوکسو باختی، ولی نگاهم به این باشه که آقا من اینو بردم تو ذهن خودم، نه اینکه توهم بزنم من 3 تا راند دووم آوردم، دمم گرم، و اینو هی تقویت بکنم. اون چیزا افتادم جوکر، البته جوک نیست میگن واقعی بوده، یه تنیسوری با فدرر فکر می‌کنم بازی می‌کرده، اون یکی تنیسوری که معروف جهان نمی‌شناسم، آره یکی از این قهرمانای تنیس جهان بوده، با اون تنیس بازی می‌کرده، میگن 17 راند می‌بازه 18امی رو می‌بره، میگه من یه دونه، آره نه اصلا اون که هیچی چی میگه، آره میگه میره بهش آخر چیز میگه، میگه هر روز مادر تو به زبان ما اینجوری، هر روز ننه نزایده که کسی بدونه 18 راند پشت هم منو ببره. خیلی دیگه، یعنی 17 تا پشت هم مرده بوده، 18 رامی رو نتونسته بوده، نوع نگاه این بوده، خیلی جالب، هر روز مادر نزده کسی من رو 18 راند پشت هم ببره، خیلی جالب بود. پس شما اینو قبول دارید، یعنی آقا با این حال که من اون بوکسر رو، همین تنیسر رو، همون بند خدا، شاید مثلا اینجوری جوک به نظر برسه، ولی این نگاهش اینه، قبول دارید این نگاه ها بهش حس برد میده و این میره توی تجربیاتش و این تجربیات اینو قوی تر میکنه، اعتماد به نفس، مثلا سرمایه شناختی میشه دیگه، همین سرمایه شناختی میشه، قبول دارید اینو؟ بله. پس در کنار اینکه شکست رو ما کمتر کنیم، حالا یه موقعی هم بخوریم شکست، اینو بیشتر کنیم، یعنی این وینینگ ها، یعنی نوع نگاهمون رو جوری تنظیم بکنیم که وینینگ های ریز رو توی روز پیدا کنیم، اینا رو هم ببینیم که بره تو اون تجربه شناختی، تو قلکمون، به قول شما میگفتم تو قلک سه چیزا میفته، بندازیم تو قلکمون. آره. و این نگاه وقتی مثلا آقا من خودم الان مثلا تصمیم گرفتم یا تمرین کنم، مثلا شب دیشب این کارو کردم، مثلا تصور کنم آقا امروز مثلا چه کارهایی بود که مثلا برد بوده، کارهایی که مثلا قبلا اینو مثلا گفتم چی اصلا عادیه، یعنی حس برد کردم. بعد خب این اگه تکرار بشه مثلا، بعد این ذهن من ترین میشه دیگه، دیگه مثلا یه چیز ریز کوچیکم دیگه اینو برد میبینه. مثلا این پادکست حتی اگه مثلا قطع بشه، ببینید آقا دوربین قطعه، من شاید نگاه این باشه ای بابا مثلا داشتم صحبت کردم، ولی قبلا شاید شکست میدید اگه حتی این پادکست با هم میخورد، ببین چی میگم. بعد اینا جمع بشه که من نوعی اعتماد به نفسم بیشتر بشه، چالشی تام میکنه ها، این تمرینا شما رو تبدیل به آدم چالشی میکنه، آدم چالشی اگه از برد خوششون میاد به طور کلی، یه سری آدم ها شاید دور براتون دیدی، یعنی معتاد میشی، اهل چالش هم، حتی پیروزی های کوچولو، چه تو بیزینس چه تو هر چی، دنبال پیروزیه فقط. یعنی شما توی جمع فامیلی عادی هم هست میگه بچه ورقا رو بردارین پهن کنیم، آفرین، آره یه دو دست پلی استیشن بزنین، پوست شطرنج رو بذارین، بیا آره چالش کن، تخته رو بذارین اونجا ببینم که حالا همتون رو زدم، معتاد برد شده. آره شما نگاه میکنی اینو مثلا ممکنه تو ابعاد بزرگتر مدل زندگیش هم ببینی، ولی نگاه میکنی از برد کوچولو، از بردای کوچولو هم دیگه نمیگذره، مثلا از این طرف اومده یه زمین خریده فلان قد سود کرده تو بیزنسش برنده سا، ولی الان پلی استیشن رو گرفته 10 تا گلم بده بچه باید بزنه، آفرین، میدونی یعنی بزنسش هم دیگه نمیگذره، واسه همین آره به نظر من شما رو آدم چالشی هم پس میخواد. چیز خوبی، یعنی تمرین خوبیه این تمرین، اینجوری تو کار کنی، به هدف داره دیگه. آره. هدف چی بذاریم میشه خوب یا بد، آره هدف خوب ممکنه، آره بازم هزار تا محاسبه و چیز وجود داره، ولی برای همین سرمایه شناختی میگم، یه سرمایه شناختی تو قوی تر میکنه اگر خود... پیروزی رو خوب فرض کنیم در زندگی، پیروز شدن، آره دوربین دکتر، دوربین نگه، دوربین چرا بره، اگه فرض رو بریم بذاریم خب این در جهتش، دوربین کف در نظر بگیر دکتر. خیلی عالی شد، خیلی عالی، صحبت خیلی خوبی کردیم،
فکر کنم آره پادکست رو دیگه ببندیم آروم آروم. آره. اون چیزی اگه... نکته که یادم اومد بنویس برای یه روزی. آره برای آره. اون بیزینسه که نباید یه سری کارا رو تو موبایل بشینی مثلا بهتره و اینا. آره. بسیار عالی، من خیلی لذت بردم. میگم بریم که پادکست جمع کنیم. متشکرم. پرامپت‌های خوبی میزنی تو. قربان شما. من دوستش دارم. چرا امید انتخاب شده حالا برای این کار؟ خیلی خوب میفهمه. لطف دارید واقعا. قشنگ ترین خودش هم داره ترین میشه هی. یعنی فکر کنم از قسمت ششم بعد من یاد میگیرم دیگه. امیدش به اختیار دارید. یه استعداد عجیبی داره. حالا من خودم هم یه استعدادی دارم تو کشف استعداد آدمو. اختیار شما که خفنه. نه تو کشف اینکه اون کی به درد چه کاری می‌خوره. این پرامپت زنیاش سوالاشو دیدین دیگه، یعنی دقت کنید خودتون متوجه میشین و امیدوارم باور بکنید هیچ گونه برنامه ریزی ما برای این صحبت ها نداریم. حتی تا لحظه ای که اون روشن میخواد بشه نگفتیم میخواییم راجع به چی صحبت بشه. یکی دو بارم مثلا امید یه برگه دستش بود گفت راجع به این گفتم هیچی نگفت. آره. خیلی آره. اوقاتم خودم لحظه آخر چند تا چیز آماده کرده آره. اینو بگم مثلا آره. بیشتر میخوره در واقع آره. بنابراین این صحبت ها ممکنه که به لحاظ بعضی که نگاه میکنن و نگاه خیلی دوگماتیک یا خاصی رو تو مسائل فقط ساینتیفیک چیز دارن، تجربی امپیریک دارن، این افراد ممکنه اینو ببینن خیلی خوششون نیاد. ولی اصلا مهم نیست که خوششون بیاد نیاد، چون یه واقعیته و شما زمانی میتونه چیزی خوشت نیاد که یه آلترناتیو بذاری وسط. میتونی الان یه عده آدم پیدا شدن یه جرعه ای از علم نوشیدن و فهمیدن واژه ساینتیفیک چیه، علمی چیه، فکر میکنن همه چی رو علم آزمایشگاهیه. خب همه جا میخواد ذره‌بین بزنه. آره تو علوم مختلف میخواد ذره‌بین، اشکال نداره ذره‌بین رو بذار، اما اگه ایرادی میگیری سریعا بگو که این کجا ایرادشه و چی گزینه بهتر کدومه. مثلا شما فرض کن راجع به شخصیت شناسی داری حرف میزنی، خب میگی که شخصیت شناسی یونگ خب الکیه، خیلی اعتبار نداره، دیسک یه ذره بهتره ولی اوکی نیست، MBTI از اون یکم بهتره، نئو بیگ 5 و اینا بهترن، مثلا کلیفتون بهتر از ایناست. اما در نهایت ما میدونیم دقیق ترین تستای دنیا هم که الان در حال حاضر اگر باشن نئو و کلیفتون تو شخصیت شناسی دقیق نیستن، برای اینکه شخصیت یک موضوع موزاییک کلا تف سیچوئشنیزم. بنا به اینا خب این خیلی دقیق نیست. یه عده آدم اینو میخوام بهتون بگم که من اسمشون آدم های فوق العاده نفهم علمی میذارم بهشون، با آدم های نفهم دیگه خیلی فرق داره، نه نفهم علمی هن بیشتر رو مخم. وقتی که شما دارید راجع به این شخصیت شناسی صحبت میکنید زود میگم بابا شخصیت شناسی که دقیق نیست، اینجا باید سری مچش رو بگیری بگه دست شما درد نکنه، گزینه یه بهتر، گزینه تو بگو، این خوب نیست، چی؟ چیزی نداره بگه. بگی حالا که تو چیزی نداری بگی یعنی باید آدم‌ها خفه شن در رابطه با شخصیت، دیگه هیچ حرفی نزنن، هیچ جای دنیا هیچ کس راجع به شخصیت رو حرف بزنه، چون اون چه که تو می‌خوای فکر می‌کنی از نظر علمی باید یه روز بهش برسیم نرسیدیم. من چی میگم اینا میدونی داستانشون چیه؟ به نظرم اینا موقعی که علمو یاد گرفتن یعنی یه ذره حالشون شد، اینو به نظرم ابزاری میکنن، یه انگار یه اسلحه گرفتن، یه چکشی کردن میخوان بزنن به خاطر خشمی که دارن. حالا این حدسه، خشمی که دارن میخوام شروع کنم زدن آدما، مثل کسایی که چه میدونم بیا حالا نمیگم همه کلمبه بزن همه اوت شد حالیته. آره مثل حالا این شاید ربطی نداره، ولی اینا یه گزینه نمیبینن، آلترناتیو ندارن، خب بلد نیستن کجا استفاده کنن. من خودم از ابزار علم استفاده میکنم برای زدن، اما چی؟ من خرافاتو میزنم، خب میگم این چیزی که داری میگی غلطه، به این دلیل غلطه، اما دلیل اصلیش اینه. مثلا شما میگی قانون جذب، چون توجهت که میشه کائنات یه سری چیزا رو میذاره جلو تو فلان رو میبینی، میگی این غلطه، کائنات وجود نداره، به اون شکل هوشمندی وجود نداره فلانه. طرف میگه خب چی؟ میگم راس سیستم آرایس رتیکولار اکتیویشن سیستمه، نمیگی که اینه، میگی اصلش اینه ماجرا، اونو داری میگی ماجرا اصلش اینه. اما این که تو برداری مثلا توی علومی که نان ساینسن، چون یه بحث ببین من اینا همیشه هم میخوام تو اکثر لایو ها اینو بگم، چون بالاخره طبق تو جای مختلف پلتفرم‌های مختلف پخش بشه مردم یاد بگیرن. ساینس در زبان انگلیسی معادل فارسی علم نیست. بنابراین صحبتایی که ما الان داریم می‌کنیم نان ساینسه. خیلی‌هاش. ولی تو فارسی که ترجمه می‌کنی میشه غیر علمی. و بارش منفی میشه. غیر علمی دارن حرف میزنن اینا. پس دارن بد حرف میزنن. در حالی که این نیست. ترجمه رو نباید علمی کردی. ساینس در واقع اونجا به معنی علوم آزمایشگاهیه، یعنی علومی که در آزمایشگاه شما میتونید امپریک ببینی. اینجا یه ذره دامنه بزرگتر در بر میگیره. اینجا چون توی میز آزمایشگاه نیست،
علومی هستن که غیر میز آزمایشگاهی هستن. یعنی وقتی میگی نان ساینس یعنی آن دسته از علومی که روی میز آزمایشگاه نیستن. نرفتن فعلا هم فرق میکنه. آها فعلا نرفتن هم نیست. در واقع اینجوریه که علومی که ساینس هستن یا پیور ساینس هستن اینها میان به خدمت این مدل علوم. چون این علوم پیچیده ترن از اجزای بیشتری تشکیل شدن، پیور ساینس ها میان که این یکی این دسته از در واقع نان ساینس رو چی میگن منطقی ترش بکنن، به کمک میان که اینا رو منطقی تر و قابل فهم ترش کنن. واژه ساینس یا پیور ساینس با نان ساینس با سودو ساینس با سوپرستیشن اینا فرق میکنه با هم دیگه. هنوز توی جامعه ما به خصوص بچه های علوم اجتماعی و روانشناسی درکی بین مرز اینا ندارن. بنابراین یه دفعه میان از یه واژه یه جایی استفاده میکنن که اصلا قابل استفاده نیست. مثلا شما در راجع به مسائل اجتماعی صحبت میکنید، علوم اجتماعی صحبت میکنید، نظریات مختلف وجود داره، یه چیز یاد گرفته، اینا علمی نیست، اینا علمی نیست، علمی نیست، علمی نیست. کی علمیه؟ کی گفت علمیه؟ اون تو ترجمه توه. ولی وقتی میگه علمی نیست، بار منفی رو میندازه روی این جریان که بقیه میگه علمی نیست، چرته. آره حالا این آدمی که خودش آره. داره علمو میزنه، چیزو میزنه، خرافاتو میزنه، اینا رو غیر علمی صحبت میکنه. آره پس داره چرت حرف میزنه. در حالی که نان ساینس با چرت فرق داره. میدونی معنیش متفاوته. اگر گیر این دست از آدما افتادین، اتفاقا سریعا استقبال بکنید ازشون. بگید اوکی، شما میگی نیست، علمیش چیه؟ علمیشو بگو الان. بگو علمی این جریان چیه؟ راهی نداره براتون حرف بزنه. همون ابزاره شده که فقط دو تا کلمه شنیده. یا الان مثلا با یه دسته از آدمایی هستیم که روبرو هستیم باز همینان تقریبا، هیچ درکی از یک مسئله مثلا علمی ندارن. یه چیزی اون وسط یاد گرفتن، چون انسان تمایل به ابراز فضل داره، میخواد خودش رو با یه چیزم شده یه چیزی بگه. دانینگ کروگر تو هم هست دیگه، یعنی چیزی گرفته فکر کرد دیگه، خیلی خفن. دقیقاً. مثلا تو واژه اِوولوشن یا بحث تکامل، فرگشت، دگرگشت اینا، یه چیزی اخیراً مد شده، اینکه آقا واژه تکامل درسته یا فرگشت یا دگرگشت یا نمیدونم دگرگونش یا چی درسته. طرف هیچ چیزی متوجه نشده از عمق اصلا این مبحث. شما دو ساعت حرف میزنی راجع به داروین، راجع به نمیدونم لامارک، راجع به گالتون، نظریات اینا رو با هم دیگه مقایسه می‌کنی، نظریه کاری که لوریا دلویرو که انجام دادن، رندوم میوتیشن، همه اینا، این همه توضیح، هیچ چی نمی‌فهمه. اون وسطا تو یه جا میگی که در بحث تکامل فلان، لطفاً سعی بکنید واژه‌ها رو درست استفاده کنید، کامنت می‌ذاره برات. تکامل درست نیست، فرگشت استفاده کنید. به این ترتیب خودش رو به حدی میرسونه که همه میگن او این کیه، این همه مسائل به این پیچیدگی گفته شد، این چیو کشید بیرون، چه حالیشه. در حالی که مدام بیاری بالا بگید یک کلمه غیر از این رو از این مبحث توضیح بده، ادامه چون حالیش نیست اینو داره میگه. آره. اینو سریعا میذاره اونجا که رو کلماتت ایراد میگه. در حالی که من خدمتتون بگم اتفاقا با همه این حرفا یه دونه بحث من میذارم که اصلا کلمه تکامل برای این چیزی که ما میگیم از در واقع بحث فرگشت و دگرگشت و اینا حتی مناسب تره تو خیلی از جاها. یا اینجوری میگم، میگن نگین تکامل، بگین فرگشت، اصلا هیچ فرقی نمیکنه. تکامل از عربی میاد، خب فارسیش میشه همون فرگشت دوباره، چون فر یعنی بهتر شدن، فرگشت یعنی به سمت بهتر شدن رفت، گشت به سمت بهتر شدن، میشه همون تکامل. علت اینکه کلمه فرگشت درست شد اصلا اینجایی بودش که یه زمانی رو کلمه تکامل وزارت ارشاد ایران حساس شد. خب سر داروین و فلان اینا گفتن آقا این کلمه رو نباید بگید. یه آدم هوشمندی پیدا شد، اسمش رو نمیدونم کیه، یا حداقل یه دسته از افراد بودن، اومدن همون کلمه رو چپوندن تو کتاب یه جور دیگه شو که اونا متوجه نشدن که اینم داره همونو میگه. میگفتن یعنی چه تکمیل شدن، تکامل؟ نه، انسان همینی که بوده، بهتر شدن اینا اعتقاد نداشتن دیگه، وزارت ارشاد گیر میدادن این کلمه. اینا اومدن زرنگه گفتن چی تو فارسی دقیقاً میشه تکامل؟ تکامل تکمیل شدن، بهتر فرگشت اینو گذاشتن، یعنی دقیقاً همونه. بنابراین توی هم که حتی میگیره ایراد میگیره میگه این کلمه مناسب نیست اینجاش، که اون که غیر تعطیلی، چون دو تا یکی هم با هم دیگه، حداقل بیا بگو دگرگشت درسته، یعنی یه چیز دیگر شدن، حداقل اینو بگو که بفهمیم حداقل فرق بین این دو تا واژه رو فهمیدی. که در حالی که حالا حتما من یک توی یک برنامه خاص مثلا ریشه این که چرا این کلمه اومد رو میگم، مثلا
شما کلمه تطور تو عربی گذاشته شد برای این واژه. خب و اونجا حالا بخوام بگم تطور میشه دگرگشت، ولی بحث تکامل چرا درست تره؟ به خاطر اینکه شما توی سیستم طبقه بندی موجوداتی که اول بوده انسان رو میذاشته تو بالاترین حد، یعنی انسان رو تکمیل ترین حالت ممکن در نظر میگرفتن، میگفتن این موجود هی بهتر و بهتر و بهتر و بهتر میشن، تکمیل پیدا میکنن تا نخستی ها. به خاطر این اصلا به شما نخستی ها یا پرایمیت ها، چون نخستی یعنی اولیا، این از همه بهتره و بعد ترتیب بعدی. بنابراین اگه شما ریشه داستان رو بخواید نگاه کنید، چه ریشه کلمه ای چه معنی کلی، مثلا این واژه درست داره، ولی به هر حال شما که نمیدونید راجع به این صحبت بکنید، طرف از کل مبحث هیچ چیزی نمیفهمه، یه دونه گیر میده، یه دونه تذکر میده. واسه همین این مبحثایی که ما داریم الان صحبت میکنیم، درسته گپ در واقع دلی داریم میزنیم، رنگ و بوی ساینس رو من قاطی این مباحث میکنم. اون کسی که داره گوش میکنه اینا رو نمیتونه ایراد بگیره که اینا دارن غیر علمی حرف میزنن. خب تو بیا علمیشو حرف بزن، بیا بشین اینجا روبرو علمیشو با هم دیگه صحبت بکنیم. ولی از دور صحبت کردن به نظرم جز شعار و ابراز وجود و اینا چیز نداره. نکته بعد این که من همه اینا رو به چالش دعوت کردم. هفته گذشته بود یه سری حرفا در اومده بود از این حرفا اضافه، تک تکشون رو دعوت به مناظره کردم، هیچ کدوم وجودشون نکردن، یعنی هیچ کدوم، یعنی تو جامعه علمی هم بودن ها. تو جامعه علمی بودن و یه سری ایرادا گرفته بودن که صحبت هایی که توی این برنامه داره میکنه این آقا، اینا چیزن غیر علمی ان. همین لنز ما؟ آره جدی؟ حالا این بوده یا مثلا چیزای دیگه. صحبتی اخیراً رو صحبت های کلی داریم میکنم، یعنی از پیور ساینس کشیدیم وسط، صداشون در اومده. تک تکشون رو پیام چه به واسطه چه بی واسطه به طور مستقیم یا هر چیزی براشون گذاشتیم که اگر وجودشو داری مگه حرف نزدی، پاشو بیا تو لایو مستقیم صحبت بکن، پیداشون نمیشه، چون میدونن تو لایو مستقیم چه بلایی سرشون میاد. اونجا باید هر نقطه رو مشخص کنن، بگن این نقطه شبه علمی بود یا غلط بود، و باید درستش رو بگن، جایگزینش رو باید بگن. بنابراین یاد بگیریم توی تفکر نقادم، خودم این کلمه تفکر نقاد دارم اخیراً، باز مجبوری متصمان یه چیزی یه مد میشه، یه ذره آدمای سطحی ازش یه چیزی برداشت می‌کنه. این تفکر نقاد نیست. اصلا تعریفش رو نمی‌دونه. کریتیکال ثینکینگ یه سال الان مثلا فهم کنه تفکر اینجوری بهتر تفکر. اصلا ازم ببین انقدر نمی‌دونه اینجوری می‌کنه بهت. تفکر نقاد داشته باش آقا. مغلطه نکن. اصلا نمی‌دونه مغلطه چیه. مثلا داریم ما هم صحبت می‌کنیم یه چیزی، آقا شما داری مغلطه می‌کنی. میگم به جان مادرم اگر تو بگی نام مغلطه‌ای رو که کردم بگی، پیجمو پاک می‌کنم، از اینستاگرام میرم. نمی‌دونه. فقط مغلطه نکن. تفکر نقاد داشته باش. آره. فرگشت درست هم نکنه. آره یه حالا به اینجا بحث رو کشونه، یه چیزی اینم بپرسم اون سوال آخر، فاز این آدم ها چیه کلن؟ مثلا من خودم به شخصه، حالا جدا از ابراز وجود، آقا مثلا من واقعا یادم نمیاد، شاید یه بار تو زندگیم این چند سالی که اینستاگرام یه کامنت گذاشتم، مثلا گفتم آدری مثلا حرف بی خود میزنی مثلا. حالا ممکنه نمیگم نباید دادم بذاره، ولی میگم آقا مثلا یه کلی مطلب خفن من گاهی میبینم زیر کامنت ها، کلی چیز خوب گفتی، یعنی یه دونهش مثلا واقعا میتونه ذهن آدم کلا عوض کنه. بعد یارو اومده مثلا به یه چیز گیر داده، بعد مثلا اونو شروع میکنه درباره صحبت کردن. آخه مغزت چه مشکلی آخه داره؟ تو اینو دیدی اصلا فرضم اشتباه آقا که نیست، فرض اشتباه آخه، این همه صحبت خوب، حالا برو تعریف کن اونو تو دایرکت مثلا بگو، میدونی؟ باید باشن، یعنی باید بپذیری دیگه، جامعه جامعه مخلوطیه که شما باید بگی اینا هم هستن دیگه، اینا وسط ها هستن، نباید روشون حساس شی. ولی منتها حساسیت من این سری آخر برای بود که اینا جامعه علمی بودن، ادعای علمی بودنشون میشد که من اینا به چالش کشیدم. همین الان هم دوباره دعوت میکنم هر کسی تو جامعه علمی احساس میکنه حرفای من غلطه و شبه علمی یا هر چیزی، دعوتش میکنم به مناظره مستقیم. اینو پیام منو بهش برسونی، یعنی جایی گفت بگو اکبری آماده است، اسم تو بگو تو مناظره مستقیم بیا صحبت بکن. برای اینکه میدونی من خودم به اندازه کافی روی مسائل حساسم، تا حد ممکن حساسم، یعنی اگر تا جایی که جا داشته. ببین شما جردن پیترسون وقتی میگی، من خودم این آدم رو ساینتیفیک نمیدونم. خب یا در غیر علمی یا نان ساینس، نان ساینس، نان ساینس و یک مقداری بوی اون زرد قاطی میکنه. خب خود اون آندره هوبرمن. آره هوبرمن، اونم همینه. جدی؟ آره. ولی یه مقداری ببین، شما این آدم ساینتیست حالا بوده یا نبوده، رشتهشو کاری ندارم، حرفایی که میزنه بدون پشتوانه نمیزنه، ولی ممکنه که در صحبت کردن
اون اگزاجره کردن رو داشته باشه که یه مقدار قضیه رو زرد بکنه. من میخوام بگم حتی من میخوام صحبت بکنم جردن پیترسون و اندرو هوبرمن رو هم سعی میکنم بیشتر رنگ و بوی علمی رو قاطی قضیه بکنم تا به اینا هم نزدیک نشم. بعد دیگه به خود من نظر کنم دیگه خیلی خنده داره. مرسی ازتون دکتر عزیز، لطف کردین حضور داشتین. پادکست رو میبندیم و از شنوندگان و بیننده عزیزی که تا اینجا دنبال کردن تشکر میکنیم. ممنونم. خدا نگهدار.